درود بر عاشقان ایران زنان و مردان شجاع میهنم به اولین بسته خبری امروز از کانال کیوسک خوش آمدید در دقایق پیش رو با اخباری داغ و مهم در خدمت شما هستیم حماس رسما سقوط کرد احتزاز پرچم اسرائیل در مجلس نمایندگان غزه و آماری فاجعه بار از وضع معیشت کارگران تخم مرغ تنها غذای کارگران شد اما قبل از مشروع این اخبار ویدیویی ببینید از مجری به اصطلاح ارزشی صدا و سیما که در آنتن زنده مردم ایران را بزرگترین حامی اسرائیل معرفی کرد مردم ایران با اختلاف از همه دنیا بیشترین حمایت از رژیم سینوسی رو کردن روزهای قدس همه سال اومدن تو گرما سرما بارش هر وقت اتفاقی افتاده اومدن کف خیابون را پیمایی کردن و به نظرم حالا حالا خیلی مونده که مردم دیگر کشورهای دنیا برسن به گرد پای مردم ایران در حمایت از مظلوم و واقعا این اصلا تو خون ما هست همه خون ایرانی دفاع از مظلوم در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم حماس رسما سقوط کرد احتزاز پرچم اسرائیل در مجلس نمایندگان غزه در حالی که طی 38 روز گذشته ارتش اسرائیل مو به مو در حال پیش بردن پلن بزرگ خود در راستای نابودی کامل حماس در نوار غزه است، ارزشی ها و گروه های نیابتی جمهوری اسلامی که تا پیش از این حمله آن را امری غیر قابل انجام می در سکوتی شرماور فرو رفته اند. اما ساعتی پیش انتشار یک عکس خبر از سقوط رسمی حماس در نوار غزه را داد. سربازان اسرائیلی با احتزاز پرچم این کشور در مجلس نمایندگان نوار غزه رسما مهر نابودی بر تابوت گروه حماس زدند این در حالی است که هنوز در تهران فرماندهان ارشد نظام و مسئولان رد بالای جمهوری اسلامی در حال تحلیل های غیر واقعی از جنگ اسرائیل با حماس هستند مثل صحبت های روز گذشته حاجی زاده که در مصاحبه ای گفت حال حماس و رزمندگانش خوب است. اونا خودشون ما اونجور که اطلاع داریم آماده جنگ فلانی مدت کردن و اونها منتظر جنگ زمینی بودن و الان شرایط فراهم شده ما اطلاعات که داریم شرایط حماس و رزمندگان فلسطینی خوبه آیا میتونن کل بشن اسرائیلی ها از فلسطینی‌ها؟ ها به نظرتون؟ تفکره هم تفکر رو نمیشه از بین این حماس فردا از کرانه باختری از قسمت های مختلف حتی این که نمیشه از بین ولی اصلا این ایده این فکر این روش حتی این اس در جاهای دیگه جوانه میسه خیلی ممنون در همین ارتباط و در ادامه جنگ بین اسرائیل و حماس ارتش اسرائیل صبح به اعلام کرد که نیروهای اسرائیل همچنین در اردوگاه در کرانه باختری در حال انجام عملیات هستند به گزارش تایمز اسرائیل ارتش اسرائیل در یورش شبانه بین اردوگاه و درگیری با عوامل ترور محلی مواد منفجری کشف کرده و برخی را بازجویی کرده و برخی دیگر را بازداشت کرده است منابع فلسطینی میگویند در این درگیری دست کم شش نفر کشته شدند. نیروهای دفاعی اسرائیل میگویند که از آغاز حمله زمینی اسرائیل به نوار غزه در حدود دو هفته پیش حدود 4300 حمله انجام شده است. به گفته ارتش اسرائیل صدها سایت پرتاب موشک هدایت شونده ضد تانک و حدود 300 محور تونل توسط نیروهای پیاده نظام و نیروی هوایی مورد اصابت قرار گرفتند. ارتش اسرائیل میگوید سه هزار سایت دیگر حاوی زیر ساخت های حماس از جمله بیش از صد ساختمان بمبگذاری شده و صدها مرکز فرماندهی مورد حمله قرار گرفتهاند ارتش اسرائیل تصاویر جدیدی از عملیات نیروهای نظامی در غزه و همچنین حملات اخیر منتشر کرده است ارتش اسرائیل روز دوشنبه 22 آبان با انتشار عکس ها و ویدیویی کامل از شواهد به دست آمده نشان داد که نیروهای تروریستی حماس چگونه از بیمارستان رنتیسی غزه به عنوان مکانی برای نگهداری گروگانها انبار تسلیحات و مقر های جنگی خود استفاده می کردند؟ در ویدیوی منتشر شده از سوی ارتش اسرائیل شواهد واضحی از حضور هماهنگی و شیفت بندی نیروهای حماس و استفاده از طبقه زیرین بیمارستان به عنوان مقر فرماندهی عملیات جنگی به چشم میخورد همچنین در طبقه زیرین بیمارستان لباس زی زنانه، پوشک بچگانه و شیشه شیر نوزاد در اتاقی با تجهیزات اداری دیده می شود که سخنگوی ارتش اسرائیل می گوید وجود پرده های آویزان به دیوار بدون حضور پنجره دلیلی بر ضبط اعترافات اجباری از گروگان ها در این نقطه از بیمارستان است. سخنگوی ارتش اسرائیل در بخش دیگری از این ویدیو تصاویری از ادوات جنگی شامل جلیقه انفجاری، نارنجک، سلاح و موشک های آرپیجی را نشان داده و میگوید نیروهای حماس از داخل بیمارستان به سوی سربازان اسرائیلی موشک پرانی کرده و خود را برای انفجارهای انتحاری آماده کرده بودند. وجود یک موتور سنگین عملیاتی در محوطه زیرزمین بیمارستان رنتیسی از دیگر نکات قابل توجه این ویدیو است. سخنگوی ارتش اسرائیل معتقد است که حماس روز 7 اکتبر با همین موتور به اسرائیل حمله کرده و با همین موتور یکی از گروگان‌های خود را به زیر زمین بیمارستان منتقل کردند. بر اساس شواهد منتشر شده توسط ارتش اسرائیل یکی از فرماندهان ارشد هماس نیز سکونتگاه خود را در نزدیکی بیمارستان رنتیسی و چسبیده به یک مدرسه بنا کرده که حیات این اقامتگاه از طریق یک تونل مخفی زیرزمینی به محوطه استقرار نیروهای هماس در زیرزمین بیمارستان راه داشته است ارتش اسرائیل از آغاز نبرد با گروه هماس بارها اعلام و شواهدی را منتشر کرده که ثابت میکند نیروهای حماس با سوء استفاده از اماکن عمومی غیر نظامیان همچون بیمارستان ها، مدارس و خانه ها غیر نظامیان را سپر بلای خود قرار داده و در مواقع لزوم از این پوشش برای مظلوم نمایی در رسانه ها استفاده می کنند. بیمارستان رنتیسی غزه اکنون در اختیار ارتش اسرائیل است و نیروهای حماس احتمالا به همراه گروگان‌هایشان از این منطقه متواری شده‌اند. همچنین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه بر تعهد تزلزل ناپذیر به جنگی تمام ایار علیه حماس تاکید کرد و قول داد که اسرائیل جنگ را تا پایان حماس ادامه خواهد داد به گزارش سی ان ان نتانیاهو خطاب به سربازان بر جدی بودن جنگ و پایان دادن به حماس برای جلوگیری از تهدیدات آینده تاکید کرد و گفت این نه عملیات است و نه یک دور درگیری بلکه این یک جنگ تا پایان حماس ادامه دارد نخست وزیر اسرائیل در جریان یک بازدید به بازان گردان کاراکال اسرائیل گفت اگر آنها را تمام نکنیم باز میگردند برای من مهم است که شما این را بدانید پیش از این نتانیاهو روز یک شنبه از پاسخگویی به اینکه آیا مسئولیت شکست در جلوگیری از حمله 7 اکتبر به اسرائیل را بر عهده میگیرد امتناع کرد و گفت که پس از پایان جنگ زمان برای چنین سوالات سختی وجود خواهد داشت همچنین نتانیاهو اذعان کرده که این پرسشی است که باید طرح شود اما این کشور در حال حاضر باید حول هدف شکست دادن حماس گروه شبه نظامی که غزه را کنترل می کند و حمله به اسرائیل را آغاز کرد باید متحد شود پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شنبه شب 20 آبان در یک کنفرانس خبری با اعلام اینکه محاصره شمال غزه کامل شده است گفت که نیروهای این کشور برای تصرف کامل شهر غزه پیش می روند و دیگر مکانی برای سران حماس از جمله یحیی سنوار باقی نمانده است تا پنهان شوند آقای نتانیاهو با اشاره به عملیات زمینی ارتش اسرائیل در غزه تاکید کرد که بیمارستان شفا نیز به زودی از شبه نظامیان حماس پاکسازی خواهد شد آماری فاجعه بار از وضعیت معیشت کارگران تخم مرغ تنها غذای کارگران شد خبرگزاری ایلنا در گزارشی از وضعیت کارگران نوشت که سبد معیشت خانوار در تهران به 25 میلیون تومان رسیده و در شرایطی که متوسط دریافتی کارگران در حدود 9 میلیون تومان است، خانوارها حداقل یک هفته در ماه را فقط با خوردن تخم مرغ زندگی می کنند. این خبرگزاری وابسته به خانه کارگر نوشته است که 9 میلیون تومان یعنی دقیقا برابر با 36 درصد هزینه های حد یک زندگی ساده بیشتر از نصف ماه ته جیبت خالی خالی است. نویسنده این گزارش با بررسی قیمت مواد غذایی و تخم مرغ در بازار نوشته است. مجموع قیمت یک شانه ی تخم مرغ 100 هزار تومانی و چند عدد نان تقریبا برابر با دستمزد روزانه ی کارگران 176 هزار تومان است بر همین اساس نتیجه گیری شده که با گرانی گوشت مرغ و برنج در دسترس ترین گزینه پیش روی کارگران برای تغذیه در روزهای بسیاری از ماه باز هم همین تخم مرغ است و بس این گزارش می برای حداقل بگیران لاقل در نیمه دوم ماه غیر از نان و تخم مرغ یا نان و پنیر گزینه دیگری برای انتخاب تم اصلی سفره باقی نمی ماند. در این گزارش به نقل از یک کارگر با سابقه نیز نوشته شده است چرا من کارگر بعد از بیست و چند سال زحمت کشیدن و کار کردن باید چندین روز در ماه غذایم فقط تخم مرغ باشد؟ بنویسید امروز هنوز 21 ماه است و حسابم کاملا خالی است تا آخر ماه پول همان تخم مرغ دانه ای پنج هزار تومان را هم ندارم دیگر تصنیم خبرگزاری حامی دولت نیز 21 آبان ماه در گزارشی به شرایط نامساعد اقتصادی کارگران اذعان کرد و نوشت که حقوق 8 میلیون تومانی کارگران فقط 40 درصد سبد معیشت خانوادگی آنها را پوشش می دهد. عقب ماندگی درآمد از هزینه تنها به کارگران خلاصه نمی شود و بازنشستگان و مستمری بگیران وضعیتی به مراتب بدتر و بحرانی تر را دارند و از همین رو ما هاست که اعتراضات و تجمعات معیشتی بازنشستگان در شهرهای مختلف کشور برگزار می شود.

در همین رابطه خورداد سال جاری مرکز پجوهش های مجلس در گزارشی از تشدید فقر طی یک دهه گذشته خبر داده و نوشت که فقر دیگر فقط مشمول خانوارهای کم توان نیست. بر اساس اعلام این مرکز طبقه متوسط به قدر اینا توان که با یک شوک حزینه ای نظیر افزایش شدید قیمت اجاره یا حزینه های یک بیماری به زیر خط فقر منتقل می شوند. همه این موارد در حالی روی می دهد که کارشناسان اقتصادی از سالها پیش در مورد بروز آن هشدار داده بودند. محمود جامساز کارشناس مسائل اقتصادی تیر ماه سال گذشته در مصاحبه با یک نشریه در ایران گفته بود ما عادت داشتیم از خط فقر حرف بزنیم اما چیزی که مشاهده می شود این است که از خط فقر به خط گرسنگی رسیده ایم به طوری که ادعی چاره جو صرف جویی ندارند یعنی فقط میخواهند زنده بمانند و از داخل شهر به حاشیه نشینی رسیدند و در کل آمار رسمی از مردمی به تعداد 20 میلیون نفر خبر می دهد. که نه سرپناهی دارند و نه حتی درآمدی حداقلی یاران و همراهان عزیز به پایان این بسته خبری رسیدیم فراموش نکنید تیم خبری ما با تلاشی شبانه روزی سعی در ارائه بهترین و با کیفیت ترین بسته های خبری به شما عزیزان رو داره با لایک کردن این ویدیو و نوشتن دیدگاهتون در بخش کامنت های این ویدیو یاری رسانه تیم تحریریه کیوسک باشید شب بر همگی خوش پاینده ایران